آخرین مرحله از مراحل زندگی دنیا و اولین مرحله از مراحل زندگی آخرتی لحظه احتضاره، یعنی اون لحظه ای که انسان جون میده و قرار روح از بدنش جدا بشه. لحظه احتضار یعنی لحظه آماده شدن مرگ و ملائکه قبض روح. دقیقا تو همین لحظه است که محتضر چیزای عجیبی از عالم ملکوت میبینه و چشای برزخیش باز میشه و موجودات ماوراء الطبیعه رو دوروبر خودش مشاهده میکنه. لحظه احتضار لحظه ایه که دیگه ابدا توبه قبول نمیشه، چون توبه یعنی یک انقلاب درونی که از روی اختیار باشه و آدم با اختیار از سمت شر به سمت خیر حرکت بکنه. اما وقتی لحظه مرگ و احتضار ملائکه عذاب و دید و چشمش به آخرت باز شد، دیگه اینجا به اختیار خودش راه خدا رو انتخاب نکرده تا ارزشی داشته باشه، بلکه به اجبار دارن میبرنش. برای همین فرعون اون لحظات آخر که توبه کرد، توبهش قبول نشد. قرآن هم میگه اذا ادرکه الغرق، وقتی که آب داشت همه جا رو فرا میگرفت و فرعون غرق میشد، قال آمنتو، گفت خدایا ایمان آوردم به خدای موسی. اما توبهش هیچ وقت قبول نشد. احتضار یکی از سخت ترین لحظات جون دادن و سفر آخرته و از هر طرف فشار و سختی به محتضر رو میاره. از یه طرف شدت درد و مرض و بسته شدن دهان و از بین رفتن قوا و قدرت، از یه طرف گریه کردن اولاد و زن و بچه آدم که دوروبر محتضر دارن گریه میکنن و باید از اینها جدا بشه، و از طرف دیگه هم اون اموالی که دوروبرشه، تو زندگی کلی تلاش کرده اینا رو به دست بیاره، شاید هم از راه حرام، اما تو این لحظه احتضار، لحظه ای که باید همه این اموال رو بذاره و بره و برای تک تک اونها جواب پس بده. شیخ کلینی نقل میکنه که برای امیرالمؤمنین یه دندون دردی پیش اومده بود و حضرت بدجور تو بستر بیماری افتاده بودن. آقا رسول خدا اومد برای عیادت امیرالمؤمنین، نگاه کردید علی ابن ابی طالب از درد داره صیحه و فریاد میکشه. پیغمبر خدا فرمود یا علی، این صیحه تو از بیتابی تو یا از دندون دردته؟ امیرالمؤمنین فرمود یا رسول الله، به خدا سوگند از این درد تا حالا بدتر نچشیدم. پیغمبر وقتی این حرف از امیرالمؤمنین شنید فرمود یا علی، وقتی که ملک الموت بالای جنازه انسان کافر میاد، یه سیخی از آتش دستشه که برای قبض روح و لحظات احتضار این کافر سیخ رو تو وجود اون فرو میکنه و بیرون میکشه. امیرالمؤمنین انگار که درد و فراموش کرده باشن بلند شدن نشستن، فرمودن یا رسول الله، از امت شما هم کسی هست که اینجوری قبض روح بشه؟ پیغمبر فرمودن بله، سه گروه: حاکمی که به مردمش ظلم و جور بکنه، کسی که مال یتیمی رو بخوره، و شخصی که علیه دیگری شهادت دروغ بده. اسم دیگر احتضار قمرات موت یا سکرات موته، یعنی اون حالت مستی و سرگیجگی که برای آدم پیش میاد. قرآن کریم هم میفرماد و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید، و سرانجام سکرات و بیخودی مرگ فرا میرسه. این همون چیزیه که شما ازش فرار میکردید. همه این اسامی که تو قرآن هم اومده داره اون حالت محتضر رو بیان میکنه که از طرفی دارن اونو از اموال و اولاد و همه علایق دنیویش جدا میکنه، از طرف دیگه داره به سمت عالمی میره که هیچ شناختی از اون نداره و یه موجودات عجیب و غریبی هم اطراف خودش میبینه. از طرف سوم هم جدا شدن روح از بدن و سختی لحظات احتضار یه سرگیجگی و سردرگمی رو به انسان میده که قرآن از اون تعبیر به سکرات موت میکنه. گاهی اوقات ما با یه دندون درد خیلی از چیزا یادمون میره. این کجا و لحظه جدا شدن روح از بدن. یکی از اصحاب آقا امام صادق علیه السلام از ایشون درخواست کردند که لحظه احتضار و سکرات مرگ رو براشون توضیح بدن. حضرت فرمودن مرگ برای آدم مؤمن مثل بو کردن یه گل خوشبو میمونه. گل رو بو میکنه و از همه درد و رنجهای دنیا راحت میشه. اما برای کفار از گزیده شدن توسط مار و عقرب و افعی هم قبض روح سخت تره. اما برای برخی از کفار و گناهکاران عالم از تیکه تیکه کردن بدن با اره و قیچی و از چرخوندن سنگ آسیاب رو حدقه چشم هم لحظه احتضار مشکلتر و سخت‌تر. یکی از اون کسایی که همین احتضار و قبض روح سخت شامل حالش شد، حجاج ابن یوسف ثقفیه، کسی که به کشتن و قتل عام کردن سادات و شیعیان افتخار میکرد. تا جایی که یک کیسه آرد برای حجاج ابن یوسف ثقفی آوردن که از خون شیعیان امیرالمؤمنین تهیه شده بود. حجاج روزه میگرفت و با این آرد افطار میکرد.
انقدر حجاج خونخوار بود که زن و مرد و پیرمرد و جوان رو به جرم شیعه علی بودن میکشت و براش بهتر بود اگه جلوش بگن که فلانی کافره تا اینکه بگن فلانی شیعه علیه. تاریخ نقل میکنه حجاج ابن یوسف ثقفی 120 هزار نفر رو بیرون از میدون جنگ قتل عام کرده و تو زندانهای حجاج 50 هزار مرد و 30 هزار زن وجود داشتن که 16 هزار نفر اینها عریان و برهنه بودن و زندانهای حجاج سقفی نداشته که زندانی ها از گرما و سرما در امان باشن. غذای زندانی های حجاج ابن یوسف ثقفی یه نون بود که از خاکستر و نمک و آرد تهیه می شد و بعد یه مدت کوتاهی هر کسی که از این نون می خورد رنگ صورتش سیاه می شد. این ملعون انقدر خونخوار بوده که یکی از حسرت‌های زندگیش این بوده که ای کاش ما هم تو کربلا حضور داشتیم تا تو کشتن حسین شریک می شدیم. خدا روح خبیث حجاج ابن یوسف ثقفی رو تو سن 53 سالگی به سمت جهنم فرستاد. ابن خلکان میگه که حجاج آخرای عمرش به مرض آکله مبتلا شده بود. یه طبیبی رو آوردن، دستور داد برام گوشت بیارید. یه تیکه از این گوشت رو گرفت، یه نخو بهش گره زد، به حجاج گفت اینو قورت بده. بعد چند دقیقه وقتی طبیب گوشت رو کشید، کرمای زیادی به این گوشت چسبیده بودن. و لحظات احتضار حجاج اینطوری سپری شد که خدا یه سرمای شدیدی رو به بدن حجاج انداخت. با اینکه منقل‌های پر از زغال آتیش رو کنار بدنش می‌ذاشتن، گوشت بدنش می‌سوخت، اما حجاج از سرما داشت یخ می‌زد. امیرالمومنین علیه السلام تو خطبه 109 نهج البلاغه سکرات موت رو اینطور توصیف می‌کنن: فغیر موصوف ما نزل بهم. اون چیزی که بر انسان لحظه مرگ می‌گذره اصلاً قابل وصف نیست. از طرفی سکرات مرگ و سختی جان دادن، از طرفی دیگه غم و اندوه فرصت‌هایی که اون آدم از دست داده. تمام وجودش رو میگیره و تو اون لحظات سخت اعضای بدن سست میشه و رنگش تغییر میکنه. یفکر و فیما افنا عمره و فیما اذهب دهره. فکر میکنه که عمرش رو تو چه راهی تباه کرده و روزگارش رو تو چه چیزهایی به پایان رسونده. به یاد اموالی میفته که اونا رو با خون دل جمع کرده و کاری به حلال و حرامش نداشته و حالا باید بره و جوابگوی اونها باشه و لذت استفادهش رو برای دیگران و حساب پس دادن و بدبختیش برای اون مونده. با لحظه لحظه زیاد شدن آثار مرگ زبون از کار میفته و دیگه قدرت صحبت کردن نداره. اما محتضر همچنان بین خانوادش افتاده و با چشماش اونا رو نگاه میکنه و حرفاشون رو میشنوه و هنوز عقل و فکرش سالمه. فلیمزل الموت یبالغ فی جسده حتی خالت لسانه سمعه. مرگ همچنان به اعضای بدنش چیره میشه تا اونجایی که گوشش هم مثل زبانش از کار میفته و فقط به خانوادش نگاه میکنه و حرکات زبونشون رو میبینه ولی دیگه صدایی رو نمیشنوه. امیرالمومنین میفرماد محتضر بعد از یه مدتی چشمش هم از کار میفته و روح از بدنش خارج میشه و مثل یک مرداری بین اعضای خانوادش میفته، به طوری که حتی دیگه اونها از نشستن کنارش هم وحشت میکنن و از نزدیک شدن به جنازش دوری میکنن. در این حال دیگه نه گریه کننده ای اونو یاری میکنه و نه کسی جوابشون میده. سپس جنازش رو برداشته و به سوی آخرین منزلگاهش یعنی قبر میبرن و میت رو اونجا تنها میذارن و به دست عملش میسپارن و از دیدارش برای همیشه چشم میپوشن. البته از قرائن کلام امیرالمومنین علیه السلام مشخصه که این جور احتضار و جون دادن برای کسیه که حلال و حرام رو رعایت نکرده و عمر خودش رو تو گناه تباه کرده، و الا از روایات دیگه برمیاد که لحظه احتضار مؤمنی که به فکر اعمالش بوده صحنه صحنه دیگریه. شما اگر میخواید داستان سعد ابن معاذ رو بشنوید، اون صحابی پیغمبر که دوچار عذاب قبر شدید شد، حتما این ویدئو رو ببینید. یک نفر مانده از این قوم که برمیگردن. یا علی مدد.